پس عزیزان، یوحنا 11:25-26 عیسی مسیح فرمود من قیامت و حیات هستم. قیامت و حیات یعنی من رستاخیز، من میتونم شما را زنده کنم. نه تنها میتونم شما را زنده کنم، میگه من حیات هستم، یعنی من میتونم به شما حیات جاودانی بدم. هر که به من ایمان آورد اگر مرده باشد زنده گردد، و اگه کسی زنده باشد و به من ایمان آورد هلاک نخواهد شد، نخواهد مرد. این وعده‌ای که عیسی مسیح داد در یوحنا 10:28 میگه من به ایشان حیات جاودان میدهم تا هرگز هلاک نشوند. هرگز یعنی جهنم نرن، هلاک نشن در دریاچه آتش. کتاب مقدس میگه و دیدم دفتری گشوده شد و دفتر دیگر باز شد و تمامی مردگان، کتاب مقدس میگه، در حضور خدا ایستادند و کسانی که اسمشون در دفتر حیات مکتوب یافت نشد در دریاچه آتش افکنده شد. این است موت ثانی. کسایی که اسمشون در دفتر حیات بره، در دفتر حیات عیسی مسیح نیست، انداخته میشن به دریاچه آتش. دعا میکنم که امروز که روز رستاخیز استش به عیسی مسیح ایمان بیارید. این کسایی که مخصوصا ایمان ندارند زانو بزنید، بگید عیسی مسیح امروز شنیدم که تو خدای مردگان و زندگان هستی، تو خدا هستی که میتونی مرده رو زنده کنی، به تو ایمان میارم، خداوندا منو نجات بده، من گناهکارم و علیه تو گناه کردم، منو ببخش. زانو بزنید، ایمان بیارید. و کتاب مقدس علنا میگه زیرا هر کس که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. کتاب مقدس نمیگه هر کس که آدم خوبی باشد نجات خواهد یافت، هر کس که مذهبی باشد نجات خواهد یافت، هر کس که تعمید بگیرد نجات خواهد، هر کس که کلیسا بره، جلسه دعا بره، این چیزا همش خوبه. خوبه که آدم خوبی باشیم، خوبه که تعمید بگیریم، خوبه که کلیسا حضور داشته باشیم، خوبه که ثواب، کارهای ثواب انجام بدیم، اما نجات نمیده. نجات فقط در نام عیسی مسیحه. زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی مسیح به ما عطا نشده که بدان باید نجات یابیم. فقط نام عیسی مسیح. عیسی مصلوب شد، نه تنها مصلوب شد برای گناهان ما، بلکه از مردگان زنده شد. و با ایمان به عیسی مسیح شما هم زنده خواهید شد. میگه کسانی که در مسیح هستند زنده خواهند شد، چنان که میگه در آدم همه میمیرند، در مسیح نیز همه زنده خواهد شد. اگه در مسیح باشید، اگه واقعا در مسیح باشید، بهش ایمان بیارید، با ایمان به عیسی مسیح زیست کنید، زنده خواهید شد. وعده خداست، خداوند دروغ نمیگه. من شاید دروغگو باشم، کتاب مقدس میگه بذار انسان ها دروغگو باشن، اما خداوند راستگوه. خداوند نمیتونه دروغ بگه، امکان نداره که خداوند دروغ بگوید.